أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر ستایش برای خداوندی است که آسمانها و زمین را آفرید و ظلمتها و نور را پدید آورد اما کافران برای پروردگار خود شریک و شبیه قرار می دهند او کسی است که شما را از گل آفرید سپس مدتی مقرر داشت تا انسان تکامل یابد و اجل حتمی نزد اوست با این همه شما تردید می کنید اوست خداوند در آسمان ها و در زمین پنهان و آشکار شما را می داند و از آنچه انجام می دهید و به دست می آورید با خبر است هیچ نشانه و آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند آن حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند ولی به زودی خبر آنچه را به باد مسخره می گرفتند به آنان می رسد یا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اقوامی که قدرتهایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر آبادیهای آنها نهرها را جاری ساختیم اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. حتی اگر ما نامه ای روی صفحه ای بر تو نازل کنیم و آن را با دستهای خود لمس کنند باز کافران می گویند این چیزی جز یک سحر آشکار نیست. بهانه های آنها این بود که گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند ولی اگر فرشته ای بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند کار تمام می شود یعنی اگر مخالفت کنند دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد و همه هلاک می شوند و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم حتما وی را به صورت انسانی در می آوردیم باز به پندار آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه می سازند با این حال نگران نباش جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند اما سرانجام آنچه را مسخره می کردند دامانشان را گرفت و عذاب الهی بر آنها فرود آمد بو روی زمین گردش کنید سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه شد؟ بو آنچه در آسمانها و زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست رحمت و بخشش را بر خود حتم کرده و به همین دلیل به طور قطع همه شما را در روز قیامت که در آن شک و تردیدی نیست گرد خواهد آورد آری فقط کسانی که سرمایه های وجود خیش را از دست داده و گرفتار خسران شدند ایمان نمی آورند و برای اوست آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و داناست گو آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم؟ خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین است اوست که روزی می دهد و از کسی روزی نمی گیرد بگو من مأمورم که نخستین مسلمان باشم و خداوند به من دستور داده که از مشرکان نباش بگو من نیز اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روزی بزرگ می ترسم آن کس که در آن روز مجازات الهی به او نرسد
خداوند او را مشمول رحمت خیش ساخته و این همان پیروزی آشکار است. اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمیتواند آن را برطرف سازد، و اگر خیری به تو رساند، او بر همه چیز تواناست. اوست که بر بندگان خود قاهر و مسلط است و اوست حکیم آگاه. بگو بالاترین گواهی گواهی کیست؟ و خودت پاسخ بده و بگو خداوند گواه میان من و شماست و بهترین دلیل آن این است که این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد با آن بین دهم و از مخالفت فرمان خدا بترسانم. آیا به راستی شما گواهی میدهید که معبودان دیگری با خداست؟ بگو من هرگز چنین گواهی نمیدهم. بگو اوست تنها معبود یگانه و من از آنچه برای او شریک قرار می دهید بیزارم. آنان که کتاب آسمانی به ایشان داده ایم به خوبی او را می شناسند، همان گونه که فرزندان خود را می شناسند. فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند ایمان نمی آورند. چه کسی ستمکار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب کرده است؟ مسلماً ظالمان رستگار نخواهند شد. روز که همه آنها را محشور می کنیم، سپس به مشرکان می گوییم معبودهایتان که همتای خدا می پنداشتید کجایند؟ سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که می گویند به خداوندی که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم. ببین چگونه به خودشان نیز دروغ میگویند و آنچه را به دروغ همتای خدا میپنداشتند از دست میدهند. پاره ای از آنها به سخنان تو گوش فرا میدهند، ولی بر دلهای آنان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم و آنها به قدری لجوجند که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی آورند، تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می گویند اینها فقط افسانه های پیشینیان است. ها دیگران را از آن باز می دارند و خود نیز از آن دوری می کنند. آنها جز خود را هلاک نمی کنند ولی نمی فهمند. کاش حال آنها را هنگامی که در برابر آتش دوزخ ایستاده اند ببینی. می گویند ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم. ها در واقع پشیمان نیستند، بلکه اعمال و نیاتی را که قبلا پنهان می کردند در برابر آنها آشکار شده و به وحشت افتاده اند و اگر بازگردند به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز می گردند. آنها دروغ گویانند. آنها گفتند چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند ببینی به آنها میگوید آیا این حق نیست؟ میگویند چرا؟ قسم به پروردگارمان حق است. میگوید پس مجازات را بچشید به سزای آنچه انکار میکردید. آنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند مسلماً زیان دیدند و این تکذیب ادامه می‌یابد تا هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید. می‌گویند ای افسوس بر ما که درباره آن کوتاهی کردیم. و آنها
بار سنگین گناهانشان را بر دوش می کشند. چه بدباری بر دوش خواهند داشت. زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست و سرای آخرت برای آنها که پرهیزگارند بهتر است. آیا نمی اندیشید؟ می دانیم که گفتار آنها تو را غمگین می کند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیب ها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. تو نیز چنین باش و این یکی از سنت های الهی است و هیچ چیز نمی تواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است، چنان که بتوانی نقبی در زمین بزنی یا نردبانی به آسمان بگذاری تا آیه و نشانه دیگری برای آنها بیاوری، ولی بدان که این لجوجان ایمان نمی آورند. اما اگر خدا بخواهد آنها را به اجبار بر هدایت جمع خواهد کرد، پس هرگز از جاهلان مباش. تنها کسانی دعوت تو را میپذیرند که گوش شنوا دارند، اما مردگان و آنها که روح انسانی را از دست داده اند ایمان نمی آورند و خدا آنها را در قیامت برمی انگیزد، سپس به سوی او بازگردانده می شوند و گفتند چرا نشانه و معجزه ای از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو خداوند قادر است که نشانه ای نازل کند، ولی بیشتر آنها نمی دانند. هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند نیست، مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم، سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می‌گردند. ها که آیات ما را تکذیب کردند، کرها و لالهایی هستند که در تاریکی ها قرار دارند. هر کس را خدا بخواهد و مستحق باشد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد و شایسته بداند بر راه راست قرار خواهد داد. او به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید یا رستاخیز برپا شود، آیا برای حل مشکلات خود غیر خدا را می خوانید اگر راست می گویید؟ نه، بلکه تنها او را می خوانید و او اگر بخواهد مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده اید برطرف می سازد و آنچه را امروز همتای خدا قرار می دهید در آن روز فراموش خواهید کرد. ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی فرستادیم و هنگامی که با این پیامبران به مخالفت برخاستند، آنها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم، شاید بیدار شوند و در برابر حق خضوع کنند و تسلیم گردند. چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید خضوع نکردند و تسلیم نشدند، بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد و شیطان هر کاری را که می کردند در نظرشان زینت داد؟ آری، هنگامی که اندرزها سودی نبخشید و آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند، درهای همه چیز از نعمتها را به روی آنها گشودیم تا کاملا خوشحال شدند و دل به آن بستند. ناگهان آنها را گرفتیم و سخت مجازات کردیم. در این هنگام همگی مأیوس شدند
و درهای امید به روی آنها بسته شد. این ترتیب دنباله زندگی جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است. گو به من خبر دهید اگر خداوند گوش و چشمهایتان را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد که چیزی را نفهمید، چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد؟ ببین چگونه آیات را به گونه های مختلف برای آنها شرح می دهیم، سپس آنها روی می گردانند. گو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟ پیامبران را جز به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده نمی فرستیم. آنها که ایمان بیاورند و خیشتن را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. آنها که آیات ما را تکذیب کردند، عذاب پروردگار به خاطر نافرمانی ها به آنان می رسد. بگو من نمی گویم خزائن خدا نزد من است و من جز آنچه خدا به من بیاموزد از غیب آگاه نیستم و به شما نمی گویم من فرشته ام. تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم. بگو آیا نابینا و بینا مساویند؟ پس چرا نمی اندیشید؟ و به وسیله آن قرآن کسانی را که از روز حشر و رستاخیز می ترسند بین ده، روزی که در آن یاور و سرپرست و شفاعت کننده ای جز او ندارند، شاید پرهیزگاری پیشه کنند. و کسانی را که صبح و شام خدا را می خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند از خود دور مکن، نه چیزی از حساب آنها بر توست و نه چیزی از حساب تو بر آنها، که اگر آنها را طرد کنی از ستمگران گردی. و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده و بر آنها منت گذارده و نعمت ایمان بخشیده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی شناسد؟ نگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده، هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح نماید مشمول رحمت خدا می شود، چرا که او آمرزنده مهربان است. این چنین آیات را برمی شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد. من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید نهی شده ام. بگو من از هوا و هوسهای شما پیروی نمی کنم، اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. او من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید. آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست، حکم و فرمان تنها از آن خداست، حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است. بگو اگر آنچه درباره آن عجله دارید نزد من بود و به درخواست شما ترتیب اثر می دادم، عذاب الهی بر شما نازل می گشت و کار میان من و شما پایان گرفته بود، ولی خداوند ظالمان را بهتر می شناسد و به موقع مجازات می کند. که های غیب
تنها نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند. او آنچه را در خشکی و دریاست می داند. هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه از آن آگاه است و نه هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد جز اینکه در کتابی آشکار در کتاب علم خدا ثبت است. کسی است که روح شما را در شب به هنگام خواب می‌گیرد و از آنچه در روز کرده اید با خبر است، سپس در روز شما را از خواب برمی‌انگیزد و این وضع همچنان ادامه می‌یابد تا سرآمد معینی فرا رسد. سپس بازگشت شما به سوی اوست و سپس شما را از آنچه عمل می کردید با خبر می سازد. بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما می گمارد تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. در این موقع فرستادگان ما جان او را می گیرند و آنها در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان کوتاهی نمی کنند. سپس تمام بندگان به سوی خدا که مولای حقیقی آنهاست باز می گردند. بدانید که حکم و داوری مخصوص اوست و او سریع ترین حسابگران است. او چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهایی می بخشد در حالی که او را با حالت تضرع و آشکارا و در پنهانی می خوانید و می گویید اگر از این خطرات و ظلمت ها ما را رهایی بخشد از شکر گزاران خواهیم بود. خداوند شما را از اینها و از هر مشکل و ناراحتی نجات می دهد. باز هم شما برای او شریک قرار می دهید و راه کفر می پویید. او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما عذابی بر شما بفرستد یا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ و اختلاف را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند. ببین چگونه آیات گوناگون را برای آنها بازگو می کنیم؟ شاید بفهمند و بازگردند. قوم و جمعیت تو آن آیات الهی را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق است. به آنها بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم. وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما بر ایمان. هر خبری که خداوند به شما داده سرانجام قرارگاهی دارد و در موعد خود انجام می گیرد و به زودی خواهید دانست. هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان از یاد تو ببرد هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر منشین. و اگر افراد با تقوا برای ارشاد و اندرز با آنها بنشینند چیزی از حساب و گناه آنها بر ایشان نیست، ولی این کار باید تنها برای یادآوری آنها باشد شاید بشنوند و تقوا پیشه کنند. رها کن کسانی را که آیین فطری خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنها را مغرور ساخته و با این قرآن به آنها یادآوری نما تا گرفتار عواقب شوم اعمال خود نشوند و در قیامت جز خدا نه یاوری دارند و نه شفاعت کننده ای. و چنین کسی هر گونه عوضی بپردازد از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند که خود انجام داده اند. نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست
و عذاب دردناکی به خاطر اینکه کفر می‌ورزیدند و آیات الهی را انکار می‌کردند. آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم و عبادت کنیم که نه سودی به حال ما دارد نه زیانی؟ و به این ترتیب به عقب برگردیم بعد از آن که خداوند ما را هدایت کرده است؟ همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده است، در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی ما بیا. بگو تنها هدایت خداوند هدایت است و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم و به ما فرمان داده شده به این که نماز را برپا دارید و از او بپرهیزید و تنها اوست که به سویش محشور خواهید شد. اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و آن روز که به هر چیز میگوید موجود باش موجود میشود، سخن او حق است و در آن روز که در سور دمیده میشود حکومت مخصوص اوست، از پنهان و آشکار با خبر است و اوست حکیم و آگاه. خاطر بیاورید هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت آیا بت‌هایی را معبودان خود انتخاب می‌کنی؟ من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم. این چنین ملکوت آسمان‌ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند بر آنها را به ابراهیم نشان دادیم تا به آن استدلال کند و اهل یقین گردد. گامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره‌ای مشاهده کرد، گفت این خدای من است؟ اما هنگامی که غروب کرد گفت غروب کنندگان را دوست ندارم. و هنگامی که ماه را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است؟ اما هنگامی که آن هم غروب کرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود. و هنگامی که خورشید را دید که سینه افق را می شکافت گفت این خدای من است؟ این که از همه بزرگتر است؟ اما هنگامی که غروب کرد گفت ای قوم، من از شریک هایی که شما برای خدا می سازید بیزارم. من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده. من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم. ولی قوم او با وی به گفتگو و ستیز پرداختند. گفت آیا درباره خدا با من گفتگو و ستیز می کنید؟ در حالی که خداوند مرا با دلایل روشن هدایت کرده و من از آنچه شما همتای خدا قرار می دهید نمی ترسم و به من زیانی نمی رسانند مگر پروردگارم چیزی را بخواهد. وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در بر می گیرد. آیا متذکر و بیدار نمی شوید؟ چگونه من از بت‌های شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتایی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است؟ راست بگویید کدام یک از این دو دسته بت پرستان و خدا پرستان شایسته تر به ایمنی از مجازات هستند اگر می دانید؟ آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند ایمنی تنها از آن آنهاست و آنها هدایت یافتگانند. اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم. درجات هر کس را بخواهیم و شایسته بدانیم بالا میبریم. پروردگار تو حکیم و داناست.
و اسحاق و یعقوب را به او ابراهیم بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، همه از صالحان بودند، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط را، و همه را بر جهانیان برتری دادیم. از پدران و فرزندان و برادران آنها افرادی را برتری دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت نمودیم. این هدایت خداست که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راه نمایی می کند. و اگر آنها مشرک شوند، اعمال نیکی که انجام داده اند نابود می گردند و نتیجه از آن نمی گیرند. ها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر به فرض نسبت به آن کفر ورزند، آیین حق زمین نمی ماند، زیرا کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن کافر نیستند. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده، پس به هدایت آنان اقتدا کن و بگو در برابر این رسالت و تبلیغ پاداشی از شما نمی طلبم. این رسالت چیزی جز یک یادآوری برای جهانیان نیست، این وظیفه من است. ها خدا را درست نشناختند که گفتند خدا هیچ چیز بر هیچ انسانی نفرستاده است. بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد؟ کتابی که برای مردم نور و هدایت بود، اما شما آن را به صورت پراکنده قرار می دهید، قسمتی را آشکار و قسمت زیادی را پنهان می دارید و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر نبودید. بگو خدا سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت‌آمیزشان رها کن تا بازی کنند. و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم، کتابی است پر برکت که آنچرا پیش از آن آمده تصدیق می کند. آن را فرستادیم تا مردم را به پاداش‌های الهی بشارت دهی و تا اهل ام القرى مکه و کسانی را که گرد آن هستند بترسانی. یقین بدان آنها که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می آورند و بر نمازهای خیش مراقبت می کنند. کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده، در حالی که به او وحی نشده است. و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم. و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان می گویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید دید، به حال آنها تأسف خواهی خورد. روز قیامت به آنها گفته می شود همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید، همان گونه که روز اول شما را آفریدیم و آنچه را به شما بخشیده بودیم پشت سر گذاردید و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید با شما نمی بینیم. پیوندهای شما بریده شده است و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصور می کردید از شما دور و گم شده اند. خداوند شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده خارج می سازد
و مرده را از زنده بیرون می آورد. این است خدای شما، پس چگونه از حق منحرف می شوید؟ او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. این اندازه‌گیری خداوند توانای داناست. او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در تاریکی‌های خشکی و دریا به وسیله آنها راه یابید. ما نشانه‌های خود را برای کسانی که می‌دانند و اهل فکر و اندیشه اند بیان داشتیم. کسی است که شما را از یک نفس آفرید و شما دو گروه هستید، بعضی پایدار از نظر ایمان یا خلقت کامل و بعضی ناپایدار. ما آیات خود را برای کسانی که می‌فهمند تشریح نمودیم. اوسی است که از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و از آن ساقه ها و شاخه های سبز خارج ساختیم و از آنها دانه های متراکم و از شکوفه نخل شکوفه هایی با رشته های باریک بیرون فرستادیم و باغ هایی از انواع انگور و زیتون و انار، گاه شبیه به یکدیگر و گاه بی‌شباهت. هنگامی که میوه می‌دهد به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه هایی از عظمت خدا برای افراد با ایمان است. آنان برای خدا همتایانی از جن قرار دادند، در حالی که خداوند همه آنها را آفریده است و برای خدا به دروغ و از روی جهل پسران و دخترانی ساختند. منزه است خدا و برتر است از آنچه توصیف می کنند. او پدید آورنده آسمان ها و زمین است. چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد حالان که همسری نداشته و همه چیز را آفریده و او به همه چیز داناست؟ آری این است خداوند پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، آفریدگار همه چیز است، او را بپرستید و او نگهبان و مدبر همه موجودات است. چشمها او را نمی بینند ولی او همه چشمها را می بیند و او بخشنده و آگاه از همه چیز است. دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد. کسی که به وسیله آن حق را ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد به زیان خودش می باشد. و من نگاهبان شما نیستم و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم. و این چنین آیات خود را تشریح می کنیم. بگذار آنها بگویند تو درس خوانده ای و آنها را از دیگری آموخته ای. می‌خواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند روشن سازیم. آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن. هیچ معبودی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان. اگر خدا می‌خواست همه به اجبار ایمان می‌آوردند و هیچ یک مشرک نمی‌شدند و ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و وظیفه نداری آنها را به ایمان مجبور سازی. به معبود کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها نیز از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم. سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است و آنها را از آنچه عمل می کردند آگاه می سازد و پاداش و کیفر می دهد. نهایت اصرار
به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه ای برای آنان بیاید حتما به آن ایمان می آورند. بگو معجزات فقط از سوی خداست و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه ای بیاورم. و شما از کجا می دانید که هرگاه معجزه ای بیاید ایمان می آورند؟ خیر، ایمان نمی آورند، اما دلها و چشمهای آنها را واژگونه می سازیم. آری، آنها ایمان نمی آورند، همان گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند و آنان را در حال طغیان و سرکشی به خود وا می گذاریم تا سرگردان شوند. و حتی اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنان سخن می گفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم، هرگز ایمان نمی آوردند مگر آنکه خدا بخواهد، ولی بیشتر آنها نمی دانند. این چنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. آنها به طور سری و در گوشی سخنان فریبنده و بی اساس برای اخفال مردم به یکدیگر می گفتند و اگر پروردگارت می خواست چنین نمی کردند. بنابراین آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار. نتیجه این خواهد شد که دلهای منکران قیامت به آنها متمایل گردد و به آن راضی شوند و هر گناهی که بخواهند انجام دهند. با این حال آیا غیر خدا را به داوری طلبم؟ در حالی که اوست که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن آمده به سوی شما فرستاده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم می دانند این کتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شده، بنابراین از تردید کنندگان مباش. و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید، هیچ کس نمی تواند کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده داناست. اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند، زیرا آنها تنها از گمان پیروی می نمایند و تخمین و حدس واهی می زنند. بردگارت به کسانی که از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به کسانی که هدایت یافته اند. گوشت آنچه نام خدا هنگام سربریدن بر آن گفته شده بخورید و از غیر آن نخورید اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایی که نام خدا بر آنها برده شده نمی خورید؟ در حالی که خداوند آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است، مگر اینکه ناچار باشید. و بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی یکدیگر را گمراه می سازند و پروردگارت تجاوزکاران را بهتر می شناسد. گناهان آشکار و پنهان را رها کنید، زیرا کسانی که گناه می کنند به زودی در برابر آنچه مرتکب می شدند مجازات خواهند شد. از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید که این کار گناه است و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنند تا با شما به مجادله برخیزند. اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود. آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دادند تزیین شده و زیبا جلوه کرده است. نیز این گونه در هر شهر و آبادی بزرگان گناهکاری قرار دادیم.
افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها سوء استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مکر و فریب مردم پرداختند، ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی فهمند. و هنگامی که آیه‌ای برای آنها بیاید می گویند ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود. خداوند آگاه تر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد. به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند و مردم را از راه حق منحرف ساختند در مقابل مکر و فریب و نیرنگی که می کردند گرفتار حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد. کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای پذیرش اسلام گشاده می سازد و آن کس را که به خاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه سازد سینه اش را آنچنان تنگ می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود. این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. این راه مستقیم و سنت جاویدان پروردگار توست. ما آیات خود را برای کسانی که پند می گیرند بیان کردیم، برای آنها در بهشت خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و یاور آنهاست به خاطر اعمال نیکی که انجام می دادند. در آن روز که خدا همه آنها را جمع و محشور می سازد می گوید ای جمعیت شیاطین و جن، شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید. دوستان و پیروان آنها از میان انسانها می گویند پروردگارا هر یک از ما دو گروه پیشوایان و پیروان گمراه از دیگری استفاده کردیم. ما به لذات هوس‌آلود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حکومت کردند و به اجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم. خداوند میگوید آتش جایگاه شماست، جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد. پروردگار تو حکیم و دانا. ما این گونه بعضی از ستمگران را به بعض دیگر وامی گذاریم به سبب اعمالی که انجام می دادند. در آن روز به آنها می گوید ای گروه جن و انس، آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو می کردند و شما را از ملاقات چنین روزی بیم می دادند؟ آنها می گویند بر ضد خودمان گواهی می دهیم، آری ما بد کردیم و زندگی پرزرق و برق دنیا آنها را فریب داد و به زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند. این به خاطر آن است که پروردگارت هیچگاه مردم شهرها و آبادیها را به خاطر ستمهایشان در حالت غفلت و بیخبری هلاک نمی کند، بلکه قبلا رسولانی برای آنها می فرستد. برای هر یک از این دو دسته درجات و مراتبی است از آنچه عمل کردند و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند غافل نیست. پروردگارت بی نیاز و مهربان است، پس به کسی ستم نمی کند بلکه همه نتیجه اعمال خود را می گیرند. اگر بخواهد همه شما را می برد، سپس هر کس را بخواهد جانشین شما می سازد، همانطور که شما را از نسل اقوام دیگری به وجود آورد. آنچه به شما وعده داده می شود یقینا می آید و شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید. او ای قوم من،
هر کار در قدرت دارید بکنید. من هم به وظیفه خود عمل می کنم، اما به زودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت و پیروزی با چه کسی است. اما به یقین ظالمان رستگار نخواهند شد. آنها مشرکان سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده برای او قرار دادند و به گمان خود گفتند این مال خداست و این هم مال شرکای ما، یعنی بت هاست. آنچه مال شرکای آنها بود به خدا نمی رسید، ولی آنچه مال خدا بود به شرکایشان می رسید. چه بد حکم می کنند. همین گونه شرکای آنها بت ها قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند. سرانجام آنها را به هلاکت افکندند و آیینشان را بر آنان مشتبه ساختند و اگر خدا می‌خواست چنین نمی‌کردند، زیرا می‌توانست جلو آنان را بگیرد، ولی اجبار سودی ندارد. بنابر این آنها و تهمت‌هایشان را به حال خود واگذار و به آنها اعتنا مکن. و گفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت که مخصوص بت هاست برای همه ممنوع است و جز کسانی که ما بخواهیم به گمان آنها نباید از آن بخورند، و اینها چهار پایانی است که سوار شدن بر آنها بر ما حرام شده است. و نیز چهار پایانی بود که هنگام ذبح نام خدا را بر آن نمی بردند و به خدا دروغ می بستند و می گفتند این احکام همه از ناحیه اوست. به زودی خدا کیفر افتراهای آنها را می دهد. گفتند آنچه از بچه در شکم این حیوانات است مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است، اما اگر مرده باشد همگی در آن شریکند. به زودی خدا کیفر این توصیف و احکام دروغین آنها را می دهد. او حکیم و داناست. یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند گرفتار خسران شدند، زیرا آنچه را خدا به آنها روزی داده بود بر خود تحریم کردند و بر خدا افترا بستند. آنها گمراه شدند و هرگز هدایت نیافته بودند. اوست که باغهای معروش، باغهایی که درختانش روی داربستها قرار دارد و باغهای غیر معروش را آفرید، همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند، و نیز درخت زیتون و انار را که از جهتی با هم شبیه و از جهتی تفاوت دارند. از میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید، که خداوند مسرفان را دوست ندارد. او کسی است که از چهار پایان برای شما حیوانات باربر و حیوانات کوچک برای منافع دیگر آفرید. از آنچه به شما روزی داده است بخورید و از گامهای شیطان پیروی ننمایید، که او دشمن آشکار شماست. 8 تا از چهار پایان برای شما آفرید، از میش یک جفت و از بز یک جفت. بگو آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را؟ یا آنچه شکم ماده ها در بر گرفته؟ اگر راست میگویید و بر تحریم اینها دلیلی دارید به من خبر دهید. از شتر یک جفت و از گاو هم یک جفت برای شما آفرید. بگو کدام یک از اینها را خدا حرام کرده است؟ نرها یا ماده ها را؟ یا آنچه را شکم ماده ها در بر گرفته؟ یا هنگامی که خدا شما را به این موضوع توصیه کرد شما گواه بر این تحریم بودید؟ پس چه کسی ستمکارتر است
از آن کس که بر خدا دروغ می‌بندد تا مردم را از روی جهل گمراه سازد. خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمی‌کند. بگو در آنچه بر من وحی شده هیچ قضای حرامی نمی‌یابم به جز اینکه مردار باشد یا خونی که از بدن حیوان بیرون ریخته یا گوشت خوک یا حیوانی که به گناه هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده است. اما کسی که مضطر شود بی آن که خواهان لذت باشد و یا زیاد روی کند گناهی بر او نیست، زیرا پروردگارت آمرزنده مهربان است. و بر یهودیان هر حیوان ناخوندار، حیواناتی که سم یک پارچه دارند را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پی و چربیشان را بر آنها تحریم نمودیم مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد و یا در دو طرف پهلوها و یا آنها که با استخوان آمیخته است. این را به خاطر ستمی که می کردند به آنها کیفر دادیم و ما راست می گوییم. اگر تو را تکذیب کنند و این حقایق را نپذیرند به آنها بگو پروردگار شما رحمت گسترده ای دارد، اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنی نیست و اگر ادامه دهید کیفر شما حتمی است. به زودی مشرکان برای تبرئه خیش می گویند اگر خدا می خواست نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم می کردیم. کسانی که پیش از آنها بودند نیز همین گونه دروغ می گفتند و سرانجام طعم کیفر ما را چشیدند. بگو آیا دلیل روشنی بر این موضوع دارید که آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می کنید و تخمینهای نابجا می زنید. بگو دلیل رسا و قاطع برای خداست، دلیلی که برای هیچ کس بهانه ای باقی نمی گذارد و اگر او بخواهد همه شما را به اجبار هدایت می کند، ولی چون هدایت اجباری بی ثمر است این کار را نمی کند. بگو گواهان خود را که گواهی می دهند خداوند اینها را حرام کرده است بیاورید. اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان هم صدا نشو و گواهی نده و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و برای خدا شریک قائلند پیروی مکن. بگو بیایید آنچرا پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم، اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید. ما شما و آنها را روزی می دهیم و نزدیک کارهای زشت نروید، چه آشکار باشد چه پنهان. و انسانی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید مگر به حق و از روی استحقاق. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده، شاید درک کنید. به مال یتیم جز به بهترین صورت و برای اصلاح نزدیک نشوید تا به حد رشد خود برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچ کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی کنیم و هنگامی که سخنی می گویید عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد، و به پیمان خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر شوید. راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده و انحرافی پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می سازد. این چیزی است که خداوند
شما را به آن سفارش می کند شاید پرهیزگاری پیشه کنید. سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم و نعمت خود را بر آنها که نیکوکار بودند کامل کردیم و همه چیز را که مورد نیاز آنها بود در آن روشن ساختیم، کتابی که مایه هدایت و رحمت بود، شاید به لقای پروردگارشان و روز رستاخیز ایمان بیاورند. و این کتابی است پر برکت که ما بر تو نازل کردیم، از آن پیروی کنید و پرهیزگاری پیش نمایید، باشد که مورد رحمت خدا قرار گیرید. ما این کتاب را با این امتیازات نازل کردیم تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما، یهود و نصارا، نازل شده بود و ما از بحث و بررسی آنها بیخبر بودیم. نگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می شد از آنها هدایت یافته تر بودیم. اینک آیات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان و هدایت و رحمت برای شما آمد. پس چه کسی ستمکار تر است از کسی که آیات خدا را تکذیب کرده و از آن روی گردانده است؟ اما به زودی کسانی را که از آیات ما روی می گردانند به خاطر همین اعراض بی دلیلشان مجازات شدید خواهیم کرد. یا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سراغشان آیند، یا خداوند به سوی آنها بیاید، یا بعضی از آیات پروردگارت و نشانه های رستاخیز بیاید؟ اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد، ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو اکنون که شما چنین انتظارات نادرستی دارید انتظار بکشید، ما هم انتظار کیفر شما را میکشیم. کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و به دسته های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری، سر و کار آنها تنها با خداست. سپس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند با خبر می کند. هر کس کار نیکی به جا آورد 10 برابر آن پاداش دارد و هر کس کار بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر آنها نخواهد شد. گو پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده، آیینی پا بر جا و ضامن سعادت دین و دنیا، آیین ابراهیم که از آیین‌های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود. او نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است. همتایی برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم. بگو آیا غیر خدا پروردگاری را بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ هیچ کس عمل بدی جز به زیان خودش انجام نمی دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد. او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین ساخت و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید. به یقین پروردگار تو سریع العقاب و آمرزنده مهربان است.